جان کلود که رئیس کمیسیون اروپا برنامه نوی را برای قبول سیل مهاجران و پناهجویان معرفی کرد که پس از جنگ جهانی دوم دیدن نشدند و روزی سپتامبر هنگامی سخنرانی در پارلمان اروپا گفت 120 هزار پناهنده و مهاجر که در یونان و مجارستان و ایتالیا هستند باید در بین کشورهای عضو ایتالیا اروپا تقسیم کرده شوند سر 2015 نیم میلیون نفر است. خاور میانه و افریقا به کشورهای ایتیاده اروپا ای پناه بردند و با نظر داشت فرار ست هزار مهاجر با عذاب و سختی های زیاد و حلاکت هزاران نفری آنها در راه به سوی اروپا در شبکه های اجتماعی و در مدوات جهان این سوال مطرح است که چرا کشورهای سروتمند عربی به این پناهندگان کمک نمی کنند؟ صحبت این در همین باره است. آقای مردا خوش آمدید و سوال اول این است که چرا با وجود امکانات مالی بزرگی که کشورهای سروتمندی عربی دارند از قبول پناهجیان از کشورهای نارم به مثل سوریا پرهز کنند؟ اگر بخواهیم مستقیم و ساده توضیح بدهیم دو دلیل وجود دارد دلیل اول اقتصادی است یا میتونیم بگیم مالی این کشورهای ثروتمند در پنجاه سال گذشته هیچ وقت نخواستند که ثروت بزرگ نفت را با اعراب از کشورهای عربی مختلف یا از مناطق مختلف دنیای عرب تقسیم بشند اگر شهروندان مصر شهروندان سوریه شهروندان کشورهای عربی مختلف اقامت داشته باشند در کشورهای نفتخیز عرب طولانی مدت زندگی کنند ریشه بگذارند و قسمتی از اون جامعه بشوند مسلما روزی خواهد رسید که اونها هم حق مالی حق پولی خود را از این ثروت طلبکار خواهند شد و شهروندان کشورهای نمی نمیخواهند ما صحبت میکنیم راجع به پنج کشور عربی عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات و قطر و جمعیت این پنج کشور رو یه هم رفته کمتر از پنجا و پنج میلیون هست همچنان که میدانید مصر تنها خودش 90 میلیونه بنابراین این جمعیت کوچیک با این ثروت بزرگ میخواد این ثروت را برای خودش حفظ کنه دلیل دوم سیاسی است وقتی این کشورهای ثروتمند از پاکستان یا از هند کشورهای دیگر کارگر و کارکن میارند در به کشور خودشان اونها از یک فرهنگ و زبان دیگه ای آمدند و همیشه خارجی باقی میمانند و نمیتوانند حقی داشته باشند به عنوان شهروند حتی اگه دو نسل اونجا بمانند ولی این فرق داره اگر عرب بیاد اگر شهروند سوریه لبنان یا مصر دو نسل اونجا زندگی کنه زبانش زبان عربیه ترس از اینه که اینها تاثیر سیاسی خواهند داشت روی شهروندان مثلا عربستان سعودی که خودش یک کشور یک کشوری است در وضع بسیار حساس سیاسی و شما ثروت اون پنج کشوری عربی رو کشور عربی ثروتمند را با بعضی از کشورهای پیشرفته اروپایی مقایسه کردید که جالب است کمی در این باره صحبت میکردیم اجازه بدهید اول بگم که درآمد ناخالص این پنج کشوری که ذکر کردم سالانه حدود دو تریلیون دلار است یعنی دو هزار میلیارد دلار معنی این چیست؟ من این است که فقیرترین کشور که بحرین است درآمد میانه برای هر شهروند سالانه 21 هزار دلار میشه و برای قطر 90 هزار دلار این یعنی برای هر کودک هر سالمند هر سن متوسط هر جوان فرق نمیکنه زن مرد یعنی می بگویم که از این ثروتی که شما گفتید حداقل اقل مثلا 100 میلیارد دلار با 100 میلیارد دلار میشد پیش راه این ناآرامی و, نارام و... من به دوستان و بینندگان عرض کنم که حتی خانواده هایی هستند در این کشورها که ثروتشون خیلی بیشتر از 100 میلیارد دلار است یک خانواده البته 100 میلیارد دلار کمک بزرگی میشد یک لحظه فرض کنیم که به خاطر دلایل سیاسی که گفتم اینا نمیخوان که مهاجرین عرب بیان و ساکن کشورهای نفتخیز بشن خیلی خوب ولی با 100 میلیارد دلار این کشورها می یونان را مثلا در آمریکای جنوبی آرژانتین را یا کشورهای رشد کرده نسبتا رشد کرده دیگه دنیا را قانع کنند که تعدادی از این مهاجرین را قبول کنند به طور دائمی یونان در وضع بد اقتصادی است اگر 20 میلیارد دلار به فرض به فرض 20 میلیارد دلار به یونان پیشنهاد میشد شاید یونان قبول میکرد 100 هزار پناهجو یا 50 هزار پناهجو برازیل قبول میکرد، آرژانتین قبول میکرد بعضی از کشورهای آفریقا شاید قبول میکردند ولی حتی این نقشه را پیشنهاد نکردن یعنی سکوت هست هیچ حرکتی نیست پس این احتمال هم وجود ندارد که زیر فشار یا مثلا با نظر داشت انتقادی افزاینده کشورهای عربی هیچ فشار فشار بین که ملاحظه می کنید وجود ندارد برای اینکه این مهاجرین از ترکیه جاهای راههای مختلف رسیدن به بالکان از مناطق بالکان به مجارستان و از مجارستان مجبور شدن مرزها را باز کنند پس فشار روی اروپا بود و نه کشورهای عربی از لحاظ فشار داخلی ما مشاهده کردیم که در اروپا شهروندان سازمان های مختلف احزاب فشار روی این حکومت ها گذاشتن که اینجا ما وظیفه انسان دوستی داریم باید کمک کنیم چنین فشاری داخل کشورهای عربی نیست برای در میان یه ده جوان تحصیل کرده روی فیسبوک یا جاهای مختلف سوشل میدیا چیزهای می نویسند که ما هم وظیفه داریم ولی یک تظاهرات یک سخنرانی یک جست علنی از طرف یه یک چهره شناخته شده در این کشورها یا مردم فشاری دیده نشده اتفاق نیفتاده تشکر مدیری منطقوی رادیو آزادی مردا با ما صحبت میکرد تشکر. تشکر.